مقاومت مردم اوکراین در برابر تجاوز جهانی را به تحسین و تکریم واداشت. مادران کودکان را از میدان جنگ دور کردند، زنان سلاح به دست گرفتند و ارزش فداکاری، اتحاد، ایستادگی و مقاومت دوباره به نمایش درآمد. در این میان رژیم آخوندی به علت ماهیت ارتجایی و ضد مردمیش رو در روی مردم اوکراین و برخلاف سایر کشورها تلاش کرد با اخبار جعلی حقانیت مقاومت، پایداری و همبستگی مردم را کتمان کند. اگر مردم وارد میدان می شدند در اوکراین، وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمی شد. مردم وارد میدان نبودن چون دولت رو قبول نداشتن. ایراد گرفته به مقام معظم رهبری که این تحلیل مقام معظم رهبری تحلیل درستی نبود. چرا؟ یه برای اینکه فرمودن کسی با مردمش باش نبودن با این رئیس جمهور اوکراین. اما رئیسی جلاد که سودای شکست سریع مردم اوکراین را داشت هول شد و با دخالت در امور اوکراین و مواضع غیر انسانی چهره واقعی نظامش را به نمایش گذاشت. به گونه ای که برخی اعلام کردن که این حرکت آقای رئیسی تصویر نامطلوبی از ایران در جهان ارائه کرده است. لطفاً بفرمایید دلیل اتخاذ یک چنین اشتباه استراتژیکی چیست؟ وقتی همه تیرها به سنگ خورد و بمباران مناطق مسکونی هم به عاملی برای اتحاد ملی و همبستگی جهان با مردم اوکراین تبدیل شد، خبرنگار رژیم گفت خودشان شهرهای خودشان را آتش می‌زنند و می‌کشند. کشف حقیقت و راستی آزمایی دشوار است. معلوم نیست ارتش اوکراین به هنگام عقب نشینی با شهر چنین کرده یا ارتش روسیه به وقت تلاش برای تصرف شهر. Мене звати Тамара, і декілька тижнів тому я була представником культурних спілок Києва.